بده من ببرم. نمیخوای اینو خودم میبرم. تو اون کوچیکتر رو بردار بیار، واسه بزرگا زنگ میزنم کارگر بیار. خیلی خوب. ببین کیه؟ سلام آقا جون. خیلی آدم نمک نشناسی هستی، داری خودتو نشون میدی سهیل خانم. آقا جون من که کاری نکردم. چرا؟ برای چی میخواید خونه رو بفروشین؟ مگه شما مطمئن نیستید دادگاه به نفع شما رأی میده؟ خب صبر کنید، وقتی رأی دادگاه اومد بعد این خونه رو بده. اینا چیه؟ آقا جون اینا وسایل دفتر منصور. آقا جون موعدش تموم شده بود دیگه، ما پولش نداشتیم برای همین تخلیهش کردیم. پول پیش دفتر چی شد؟ اونم راستش نگران نباشین آقا منوچه، اون پولا هست، صابخونه ریخته تو حساب منصور. بعد از کارهای انحصار وراثتش میتونین برین از تو حسابش بردارین. ابا شبنم خانمم که اینجا تشریف دارن، خورشت کنگر میل فرمودین؟ یه سری مدارکم از گاف صندوق شرکت آوردیم همینجاست، میدم خدمتتون ببرید. روی یه کاغزم نوشتم که چه چیزایی تو گاف صندوق بود آقا جون. اتفاقا بهار جون اونجا بود، دید، حاضر نشد فقط پاشو امضا کنه. منتها به عنوان شاهد اونجا بود، دیدش ما چه چیزایی برداشتیم. اینا مهم نیست. مهم این خونه است که میخواید بفروشید. چه زودم خبرش بهتون میرسه. شبنم خانم، تا جواب دادگاه نیاد شما نمیتونید این خونه رو بفروشید. شما مطمئن باشین که دادگاه به نفع ما رأی میده. 10 تا کارشناسم اون مدارکو ببینن همشون تایید میکنن که اون امضای منصوره. بعدم دیگه گذشت اون روزایی که شما واسمون تعیین تکلیف میکردین آقا منوچهر. شبنم خانم، ما برای شما کی تعیین تکلیف کردیم که این بار دومش باشه؟ شما یهویی توی خونه ما سبز شدید. من برای دفاع از خواهرم اینجا، اون بگه برو یک ثانیه هم اینجا نمیمونم. بله آقا جون، شبنم راست میگه، من خواستم اینجا بمونم. محترم حق داشت بگه بی چشم و روی. ما تو رو مثل دختر خودمون میدونستیم، رو چشم ما جا داشتی. اون وقت به چشمای من نگاه میکنی، از خواهد پشتیبانی میکنی. خیلی بد کردی سهیلو، خیلی بد کردی. چرا خطابه میگی ها منوچه؟ ها؟ شکایت کردی واسه جواب شکایتت بیاد. با سهیلو چیکار داری؟ بگی اینو برو بالا، برو ببینم. تا اون روز بهتر دست دست با خطا نکنی شبنم خانم. سر سوزنی از وسایل این خونه کم بشه، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. ما دوز نیستیم آقا منوچه، خیلی هم نگران وسایلتونین، بیاین همینجا زندگی کنین یا نه بار بزنین ببرینش. دعوای ما با هم سر این ملکه و این ملک هم با اقدام وکیل من ممنوع المعامله میشه. لطفاً وسایلی که توی گاف صندوق منصور بوده به من بدین. سهیلا چی شده؟ چرا خیره شدی به زمین؟ اینا رو چرا جمع نکردی از اینجا؟ مشتری داره میاد. پاشو یه کمکی بده، میخوام اگه اومد خونه رو دید خوشش اومد همین امروز همینجا باهاش بینامشو بنویسم. بلند شو. اول بذار ببینیم حاضره پای ملکی که قرار ممنون معامله بشه پول بده. بعد آره عزیز من حاضره، اصلا اینا کارشون همینه، ملک مشکل دار میخرن. شر نشه برامون. نه تو مطمئن باش که شرم نمیشه برامون. من میترسم. از چی میترسی؟ از چی میترسی؟ این ملک قانونن مال توه. از چی میترسی؟ خب اگه قانونن مال منه، صبر کنیم جواب دادگاه بیاد، بعدش خب میفروشیمش دیگه. خب اگه 1% دادگاه به نفع تو رأی نده چی کار میخوای بکنی؟ کجا میخوای بری با جیب خالی؟ خب سهیلا به خاطر همینه میگم بیاد خونه رو ببینه مشتری، یه پولی ازش بگیریم. پوله رو میخوام بفرستم برات مالزی خونه بخرم. چی؟ الو مالزی؟ سلام، ما یه خونه میخواستیم. یه باربیکیو هم داشته باشه؟ بیا خودت بگو، هر چی میخوای خودت بهش بگو. بگو یه استخ داشته باشه، باربیکیو داشته باشه، یه ماشین توش باشه. چی میگی؟ سهیلا 4 سال 5 سال میریم اونجا زندگی میکنیم با هم، اقامتمون رو میگیریم میذاریم تو جیبمون، هر جای دنیا، اصلا هر جا تو بگی همشه میریم زندگیمونو میکنیم. نگران نباش، با
پاشو قربونت برم، پاشو یه کمکی بده، یه دستی بده، این خونه رو مرتب کنیم. الان این یارو میاد اینجا همه چه به هم ریخته است. اوه ببین چی شد. پاشو، چرا این باز شد؟ آقا مهندس. چیه؟ آقا مهندس، تو هم نفتن اومدم با شما کار دارم. کیه؟ نشناختم. راشون که ندادی؟ در باز بود اومدن تو. بگو هیچ که نیست، بگو هیچ که تو خونه نیست. بادو نیستم خانم، پیاده نشد. یه نیستم. چی میگی نیستم؟ نه این کار ندارم. من مطمئنم بابا اینجاست. ای بابا بابا نیستم. بابا نیستم. بابا نیستم که سلام. سلام مارو به کار کنش. هستش که بابا چی شده؟ هیچی دلمون برای پنج شده. اتفاقی افتاده؟ نه هیچ اتفاقی. آره بابا سلام. سلام سلام بیم بالا. سلام بفرمایید. اینم میوه‌تون. نوش جان کلی. کار دیگه نداری؟ لطفاً اون تلویزیون رو خاموش کنی. میخوایم بگم خانم پرستار بیاد بذاریم تون لوویتسر ببریم تو حیاط. دلم نمیخواد کسی رو ببینم. ای بابا شما هم که تافته جدا باخته ای. سلام. سلام. متاسفانه هر کاری کردم ببرم بیرون بگردونم شون قبول نکردم. اشکالی نداره. خیلی ممنون از زحماتتون. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ هیچ. بالاخره اعتزادی خونه رو ممنوع المعامله کرد. میخواستن خونه رو بفروشن. دیدی گفتم. دیدی گفتم. جلسه دادگاه که بهمون اطلاع میدن. ای وای. من دیگه نمیتونم اینجوری تحمل کنم. تقصیر خودت. به جای اینکه بشینی توی اون اتاق در و دیوار رو نگاه کنی، خب برو بیرون یه خورده گردش کن. من حاضرم تو این اتاق بپوسم تا برم اونجا ادای اون آدم های علکی خوشو در بیارم که تو دلشون هزار جور غم و غصه دارن اما به روی من و تو نمیارن. تو هم به روشون نیوم. من اینجوری بار نیومدم. اگر نه الان توی خونه خودم بودم، اینجا نبودم. خانم اگه اجازه بدیم من یه چک بنویسم به مبلغ 3 میلیارد به تاریخ روز. بله. یه چکم میدم 30% ملکو به تاریخ 1 ماه دیگه که احتمالاً تا اون موقع هم رأی دادگاه شما حاضر میشه. ما بقیش هم موقعی که معذر رفتیم حل میکنم. اگر موافقید من بنویسم. خیلی کمه نه؟ خب خانم این خونه شهر داره. بله این خونه شهر داره، مشکل داره. اما شما خودتون هم میدونین که با توجه به خونه هایی که شما میخرین شر این خونه خیلی کمه. بعدم شما اگه اون مدارکو خوب نگاه کرده باشین قطعا متوجه شدین که دادگاه رأیشو به نفع ما میده. اگر که شما انقدر مطمئنید که دادگاه رأی به شما میده، خب چرا مهلت نمیدید تا رأی دادگاهتون بیاد؟ خب چک داریم دست مردم بدهکارین. البته الان با چیزی که شما گفتین ما خیلی مشکل نداریم. شما گفتین 70% میخواین پرداخت کنین. تقریبا 70%. بله. اما ما بیشتر از 15% نمیتونیم رو مبلغ کل تخفیف بدیم. من که خانم واسه 15% نمیتونم همچین ریسکی بکنم. شرمنده. منم به عنوان فروشنده 15% بیشتر تخفیف نمیدم آقا. البته اگه ایشون مبلغ پیشو ببرم بالاتر، خب ما هم میتونیم یه ذره تخفیفشون بیشتر بدیم. مثلا چقدر؟ مثلا شما پیشو بکنین 2 برابر 6 میلیارد. اون وقت خواهرتونم موافق هست؟ نه. نه. معلومه که راضی نیستم. شما 3 میلیارد میدین؟ 3 میلیارد هم تخفیف میگیرین این وسط. خب کسی که ضرر میکنه کیه؟ ما این دیگه. ما داریم ضرر میکنیم. خواهر من، اگه قرار خونه رو بفروشیم، پس بهتره به قیمت بفروشیم. ببخشید آقا. با اجازه. خواهش. ببخشید، ما الان میرم میارمش، راضیش هم میکنم. خانم اگه اجازه هم بدید منم میرم چون گرفتارم. شما که هنوز چایتون هم میل نکردی. تماس بگیرید واسه من واسه دفعه دیگه چایی هم صرف بشه. بله. دیگه. خیلی ممنون تشریف آوردین. خواهش. ببخشید. خدا حافظ. تو اگه نمیخوای خونه رو بفروشی چرا با آبری من بازی میکنی؟ من با آبری تو بازی نکردم. من فقط گفتم خونه رو به قیمت میفروشم. همین؟ مشتری و پروندی رفت. همینو میخواستی؟ من که میدونم تو واسه چی داری این کارو میکنی. فقط موندم تو که راضی به فروش این خونه نیستی
چرا میگی من مشتری بیارم؟ باور کن من راضیم. من فقط گفتم، اصلا خودت گفتی 15% منو بدم. منو 15% گفتم که بتونم پول پیشو بکشم بالا. ما پول لازم داریم سهیلا، میفهمی؟ اصلا متوجه موضوع هستی؟ داشت 6 میلیارد چک مینوشت، چک روز میومد تو حسابت. تو اصلا تا حالا این همه پول با هم یه جا دیدی؟ میدونی باش چی کار میشه کرد؟ سهیلا، میدونی که ما رو میبرن بازپرسی، بعد اونجا این وکالتنامه و بینامه رو از ما تحویل میگیرن، میدن دست کارشناس. خب بدن، امضای منصور پاشه. امضای منصور پاش هست، اما اومدیم فهمیدن که متن وکالتنامه جعلیه. چیکار میخوای بکنی؟ بایستیم نگاه کنیم بندازنمون گوشه زندان؟ ما نباید یه پول اندازه دستمون باشه بتونیم جمع کنیم بریم یه گوشه دیگه دنیا راحت زندگی کنیم؟ نه، خوشی به ما نیومده. حالا هی این دست اون دست کن، هی این دست اون دست کن. گوش میدین؟ متوجه. من فکر کردم که در واقع به هیچ کدوم از ما نمیخوره که آدم پولدار باشیم. بعدش هم خب شما در واقع حساب کتاب حالیتونه، شما زیر و بم معامله رو بلدین، سرتون کلا نمیره، ما هم سرمون کلا نمیره. یعنی فکر کردیم که ایش خیلی مونده تا بگیره. آرزو خانم باد بزنه بدین به من مرد شما رو گوجه رو بیار. چطه تو همین بابا این آخر سلام به شما حرفی نزد؟ نه چطور مگه؟ نمیدونم یه ذره این رفتاراش عجیب غریبه، یه کارایی میکنه آدم احساس میکنه. متوجه جوونیه دیگه، آدرس رو اشتباه اومده. شما خیلی جدیش نگیر، آتیش مونده تا بگیر. بعد چجوریه؟ یعنی حل قبول میکنین قبول نمیکنین؟ ببین لطیف جان، بله من خودم از گرفتاری خلاص کردم، بله آوردم اینجا، بله حالا شما منو دوباره میخوای برگردونی اونجایی؟ بله. که از دستش در رفتم. بله بگو. ببین ما نمیخوایم شما رو اذیت کنیم، ولی ما دستمون واقعا به جای بر نیست. میدونین من اگه کاری از دستم برمی اومد کوتاهی نمیکردم. بله ولی واقعا از من نخواهید من دوباره برگردم توی هچلی که قبلا توش بودم. نه ببینین آقای فرهان، شما واقعا نیازیست کار سختی انجامه، فقط شما چک میدی، اونم نیازیست چک ها رو اصلا پاس کنی. بله. تا موقعی که این رأی دادگاه معلوم بشه یکم اونا رو با این چک ها یه ذره معطل میکنی. بله. میدونین همین واقعا یعنی راحت دیگه، چک و سفته. بله. تو معامله فقط چک و سفته نیست که، پول نقد هم باید داشت. بعدش هم آمدی با دادگاه رأی رو به اونا داد، من میمونم و چک و سفته ای که باید پاس کنم. وقتی نتونم پاس کنم باید بیافتم گوشه زندان دیگه. اینو میخواین؟ بله. نه واقعا ما به اینجا فکر نکردم، شما درست میگیم، ما اصلا اشتباه کردیم که اومدیم. خب حالا که اومدین شام میتونه بخوری، بعد شبم اینجا بخوابین و فردا صبح رای که اومدین برگردید. این که نشده، اینم که باید باشه، گوجه هایی داره میتونه اینو مونده بخواب. فرمان ببخشی من یه لحظه با شما کار دارم، الان میتونم خصوصی باهاتون صحبت کنم؟ بله ببخشی. دلی واجبه؟ ببخشی. بله بفهم. ببخشی دارم آقا فرمان. رفیقیم دیگه. من شک داری بهار جون؟ بی زحمت بشقابا رو بچین، شام آماده است. من که نمیخورم، میخوایم برای شما میچینم. نه ممنون، منم که اصلا شام نمیخورم. منم نمیخورم اکثرا. آقا بلند شو بریم، جمع کنیم بریم تهران، برمیگردیم تهران. ببخشید آقا شما از زحمت وای چه جوجه هایی هم شده. حالا خیلی ممنون. نه دیگه راضی نمیشه دیگه. همین الان باید کمی چرت و پرت نکردم، بی خود این همه راه بلشی راضی نمیشه. الان باید بری آخه. من کلا باهاشون صحبت نکردم ولی راضی نمیشه دیگه، چیکار کنم؟ همین الان آخه. بلند شو آقا، بلند شو. آره همین الان بلند شو بریم. بلند شو که من نمیتونم، من چشم یاری نمیکنه. لطفا نمیتونم بشینم پشت فرمون. Thank you.
هستین منم میام. میشه که بریم دیگه، بریم بریم با ماشین، من بریم، من منتظرم. بابا اصلا معلوم هست دارین چی کار میکنین؟ اونا دارن میرن، اینا این همه راه کوبیدن اومدن اینجا که شما کمکشون کنین، حالا دارین دست رد به سینه‌شون میزنین؟ بابا یادت رفته چقدر آقا لطیف و بهار کمکتون کردن؟ یادتون رفته چجوری خودشونو به درد سر انداختن که شما اون گاف صندوق و اون شرکت در بیارین؟ میدونین اگه اونا نبودن همین پولی که براتون باقی مونده بود از دستتون رفته بود؟ بابا اصلا فکر نمی کردم اینجوری شده باشی. من دارم میرم، ولی شما تا کی میخواین تنها باشی؟ نمیدونم، تنهایی هم یه بدبختی. خدا آرزو. بگو نران با هم میریم. بهار گوش کن، یه وقت شب رو نیفتیم بیاین تو جاده خطرناکه ها. خب خیلی خوب، ما در روز صبح هم جاده خطرناکه، باید احتیاط کنیم، اصلا هر ساعت جاده خطرناکه، مواظب باشین. خب باشه، پس اومدین با آقا فرهاد. خیلی خوب، همه باید باشن فردا شب. خیلی قربان تو، خداحافظ. بچه‌ها سلام رسوندن. ارسلان چطور بود؟ خوب خوب، همشون خوب بودن. آقا فرهان هم راضی شد بیاد. الحمدلله. بالاخره خودشو پیدا کرد. وا مگه خودشو گم کرده بود تو؟ خب برای همین رفته بود تو جنگل زندگی میکرد دیگه. این چیزا نگاه. اون قرارمون دو ساعت درس بود، نیم ساعت بازی، الان باید برم بازی کنم. حالا نیم ساعت دیگه درس بخونی آسمون به زمین میاد؟ خب مامان جان من نمیخوام زیر اولم بزنم، بعدش هم امتحان فردا رو بلدم، دیگه زیاد بخونم قاطی میکنم. یعنی چی؟ بلنشو برو ببینم، من که پس زبونتو بر نمیام که. اینقدر بازی میکنی با این تلویزیون که میسوزه بالاخره. خدا بیامرزم عموش چه یادگاری واسه ما گذاشت. خدا بیامرزتش، خدا رحمتش کنه. پدر شوهره چه خبر؟ بالاخره میان تو این خونه یا نمیان؟ محاله. نه باید فکر کنم ببینم چی کار میتونم بکنم اینا رو بیارم توی. آقا گیریم رازشونم کردی بیان این خونه؟ ما که پای درست حسابی داریم این پلا نمیتونیم بالا پایین بریم. مگه نگفتیم مادر شاید رو ویلچره؟ اون بنده خدا چجوری میخواد این پلا رو بره بالا بیاد پایین؟ خب من میرم بالا پیش فیروزه جون، اونا میان تو خونه من که اینقدر مجبور نباشن از این پلا برم بالا بیام پایین. نه بابا من راضی به زحمت شما نیستم. نه نمیخوام. ای بابا فیروزه جون چه زحمتی؟ من ارسلانم میفرستم پیش لطیف. ما همه موقتی اینجاییم، اونم موقتی میره پیش لطیف. نمیشه دیگه. این مادر شوهر من از روز اولی که منو دید با من مشکل داشت تا حالا، محال راضی بشه پاشو توی خونه بذاره، محاله. میگم حالا نمیشه اینا نفهمن که اینجا خونه شماست. رو مگه میشه آخرم چیز؟ خب کاری نداره، خودت نرو، یکی سر پیدا کن بفرست دنبالشون، اون بگه اینجا خونه منه. آره مثل آقا فرهان که مثلا میخواد مشتری بشه واسه این خونه. بعد فکری هم نیست. مثلا کی؟ یا الله یا الله اونجا نشستی؟ حیات که بزرگ باشه اینجوریه، چند جا برای دور همی داره. به به به، سلام علیکم. سلام. سفالی خریدم، خواهم گلدونه پلاستیکی رو عوض کنم. چی شده؟ ای چی شده؟ عیب و ایرادی تو من میبینی؟ نه چه عیب و ایرادیه؟ پس چرا اینجوری نگاه میکنی؟ این آدم میترسه. چی شده؟ ما میخواستیم ببینیم که میشه شما فرد. سلام. سلام علیکم. سلام. فردا یه کاری واسه ما انجام بدین؟ من؟ فردا آفیش فیلم هم اینم فیلم همش اصلا نگاش نکردم.
ای بابا آقا میرزاده، یه امیل لطیف هی گفت آفیش بافیش خون به جگر ما کرد، حال نوبت شما شد. خیلی وقت تو نمیگیره، بعد آفیشت برو. خودت چه کار باید کنه؟ بشین فیروزه واسط بگه، منم برم شامتو بیارم بخور. زحمت نکش، شام سر صحنه خوردم. ای بابا من برات شام پخته بودم. نگفتم بریز دور شامو که مگه فردا اول ماه رمضونی سحر بعد پاشیم همونو میخوری؟ انقدی پختم که الان یه لقمه میخوردیم برگشم واسه سحر. خسته نکنه شما یه چایی برام بیاری، حالا میخوای زحمت بکشی من به مقصد رسیدم، خستگی هم در رفته. ای به چشم. زحمت به بچه‌م یه سری بزنم بیدار نشده باشه. بگم بفرمایید. یه کاریه تو همه ماهی همه فیلم ما و این چیزا که خودتون بلدی. یعنی برم جای فیلم بازی کنه، نقش بگیرم، چیکار کنم؟ بله، یه مثلا همین آقا فرهان که داره نقش خریدار قرار بازی کنه، شما هم نقش یک کس دیگه ای رو بازی کنی. خب شما بفرمایید من نقش چه کس دیگه ای رو بازی کنم؟ همین الان سوال کردم دیگه، بفرمایید. مثلا نقش یه دوست خیلی 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 قدیمی آقا منصور خدا بیامرز و مثلا بله. مثلا من و شما فردا بلند شیم با هم، مثلا ندیگه واقعا با هم دیگه بلند شیم بریم آسایشگاه سالمندان، بریم پیش پدرشوهر مادرشوهر من. خب بعد شما به پدرشوهر من بگین که من دوست شما، میگین من دوست خیلی 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 قدیمی و صمیمی منصورم خدا بیامرز، من الان خیلی به پدرشوهر من میگین که من خیلی ناراحتم که الان شما رو تو این وضعیت میبینم، من محاله بذارم شماها اینجا بمونین. بعد خیلی خون راحت باشین دیگه، یعنی من برم خدمت این بنده خدا که شما میفرمایین راست راست واسم چشاش نکنم دروغ بگم؟ آره آقای میرزاده کار خیر دروغ چیه؟ این چه خیری که دروغ قاطیشه؟ مگه شما وقتی فیلم بازی میکنی یه روز اصغر بازی میکنی، یه روز اکبر بازی میکنی، یه روز صادقی، یه روز رؤوفی، یه روز دکتری، یه روز مهندسی، یه روز یک، بالاخره هر روز یکی هستی، حالا من اینجا میری اینی. فیروز خانم این فیلم نامه هستش، روش دیالوگ نوشته، متنه، ما واسه دوربین داریم میگیم، دوربین ضبط میکنه بعدم پخش میکنه مردم میبینن، برای دوربین دیالوگ گفتگو هستش. خب اینجا هم خدا ضبط میکنه، اون میدونه که شما با چه نیتی رفتی این کارو کردی. دروغ میگم؟ نه من هر چی حرف میزنم شما باز حرف خودتون تکرار میکنیم. نه فایده نداره. آقای میرزاده فیروزه جون رفته نتونست اون رو راضی کنه بیاره. آخه کار بعدی که نمیخوایم بکنی، فکر کن داری فیلم بازی میکنی، تو اون فیلم هم یه زنیه یه بچهشو از دست داده که هیچ، خونه زندگیشو که از دست داده که هیچ، از خونه انداختنش بیرون بردنش خونه سالمندا. آخه خدا رو خوش میاد. نمیدونی آقا میرزاده، نمیدونی یه روزگاری چه جلال و جبروتی داشتن این خانواده، حالا ببین عاقبتشون چی شده. حالا چی؟ فقط بریم بگیم نمیشه؟ دروغ ممنوع؟ من منظورم واقعا این بود فیروز خانم، اینجوری گفتم مدیر خانم من دست شما درد نکنه. فیروز خانم اجازه بدید، اصلا شاید در میگه به رابطه شما با خانواده همسر خدا بیامرز، نمیدونم اینجوری قضاوت میکنین، عرض میکنم ما چی شد اون خانواده به قول خودتون با اون جلال جبروت و بزرگتر کوچیکتر و کیا بیا بعد اینجا دارید زندگی میکنید، بعد اونا راضی نمیشن، حرف شما رو گوش نمیکنن، پاشن بین اینجا، چه جوریه این قضیه ها؟ راستش آقا میرزاده از روزی که من مسعود خدا بیامرز ازدواج کردیم مادرش سخت با من مخالف بود، اصلا قضیهش خیلی مفصله، میخوای حوصله داری واسه تعریف کنم؟ نه فیروز خانم بی مال گذشته هستش، بعدش هم غیبت چهار نفر میشه خوبیت نداره. عرض بنده این فردا من و شما پا میشیم میریم اونجا، شما صحبت میکنید منم صحبت میکنم، خدا هم کمک میکنه، دلشون رو به دست میدیم، شما با هم آشتی میکنید، میری پی کارش دیگه، نه فیلم بازی کردیم نه دروغ گفتیم نه چی، تمام میشه. نمیشه آقا میرزاده، اگه شدنی بود که پدر شوهرم و آقا منصور خدا بیامرز این کار کرده بودن تو این همه سال دیگه. بابا ما یه کار از شما خواستیم. چرا اینقدر فیروزه جون؟ فیروزه خانم من نمیگم نه، میگم راست و درست بگیم، دروغ نگیم، همین دروغ نگیم. خب اگه میشد راست بگیم مگه مرض پرست داشتیم بخوایم دروغ بگیم؟ ها نه دیگه فیروزه خانم دروغ گناهه، من نمیتونم بگم، تعارفم ندارم. حالا شما هم یه بار این کار انجام بدین، گناش کردن من، گردن من،
چرا گردن شما گردن من؟ من حریف شما نمیشم، خودم بگم اقرار کنم بهتره، حریف شما نمیشم، نمیدونم چیکار کنم. چی بگم؟ قبول حالا؟ پس قبول؟ اومدیم یه چایی بخوریم فروز خانم، ببین چه عجب گرفتار شدم. ببین من نمیدونم، تو قول نمیدم، ببینم برای چی باید کنم. همین قول نمیدم، نمیدم. آدم از بعدش خبر نداره. من فکر میکردم امشب هم تنها بود. آقا امری ببنده نیست؟ نه دیگه، ما فردا میریم. مواظب خونه باش، درارم خوب قفل کن. من هر وقت دوست دکترم اومد زنگ میزنم خودتو زود برسونی تهران. خدا از بزرگی کمه نکنم. شبت باشه. شب بخیر. بشیم برم ایزون بیدم. دست درد نکن. آرزو جان. جانم. میگم من و شما اینجا میخوابی؟ آره عزیزم. تو برو الان منم میام. پس شبت بخیر. شب بخیر. خانم خیلی معذرت میخوام. خیلی معذرت. عذرخواهی میکنم. ببخشید. اون انتها سمت چپ. بله ممنونم. آرزو خانم، من میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ راجبه چی؟ راجبه چجوری بگم؟ راجبه خودم، یعنی خودتون، یعنی راجبه ازدواج. من سکوتتون رو میفهمم، حقم میدم بهتون. من قبول دارم که از خانواده ما با خانواده شما خیلی فرق میکنه و شرایط مالی که البته من با شما شریکم، یعنی ما با شما شریک نه زندگی، شریک همون ساختمون، شرط مالی ما هم داره تغییر میکنه، یه مقداری از این فرق رو کم میکنه، یعنی حالا ماشین هم هم که حالا. بعد یه فرقای دیگه هم هست که شما اگه بخواییم من این فرق رو از بین میبرم، یعنی بخواییم کنکور میدم میرم درس میخونم، اصلا هم نمیترسم اگه شما بخواییم، البته میرم درس میخونم، تحصیلات هم یه مقداری بیاد بالاتر. اینو میفهمم که اول مادرم من باید میومد صحبت میکرد، ولی گفتم پیش خودم که قبلش نظر شما رو بدونم. من قلب و زبونم یکیه، شما رو دوست دارم، میخوام خوشبختتون کنم. من دیگه با عزت دارم میرم تو. اگه میخوای باشم صحبت کنی؟ آره نه با خودم داشتم درد دل میکرد. خب پس من میرم. چطور؟ بریم حرف تموم شد. بریم ساعت دیگه اذان ها، همون جوری بیا. همینه. آقا دستت درد نکنه، اینو برسون فیروزه، چون افطاری مهمون داره نرسید سحری درست کنه. یه زنگی به مولی خانمینا بزن که خواب نمونه. باشه برم غذای خودمونو بیارم. یا الله فیروز خانم، فیروز خانم. بله یه لحظه تشریف بیارین. بفرمایید. ببخشید. سلام علیکم. ایو چرا زحمت کشی با من؟ خودم یه چیز میزی درست میکردم. این چیزا قسمتیه. بفرمایید بشه جون. خدا حفظ شما. خدا قبول کنه. خدا. آقا میرزاده. بله. میخواستم بگم که فراموشش کنی. چی رو؟ من نباید اصلا اصرار میکردم وقتی دلتون رضا نیست به کاری اون کار رو انجام بدین. ببخشید. میدونی من در درجه اول این کار رو به خاطر دل خودم کردم، بعدم به خاطر شادی روح شوهر خود بیامرزم. من بچه هاشو با هر جون کندنی بود بزرگ کردم. دلم نمیخواست پدر مادرش سر پیری تو این سن و سال آواره بشن. میدونی آخه اونا داغ دیدن، اونم داغ دو تا اولاد. خیلی سخته. من خودم مادرم آقا میرزاده،
اگه یه وقت یه خار بره تو پای این نویدم، شب تو صبح کشم هم نمیاد اصلا. خیلی سخت داغ اولاد دیدم، خیلی سخته، خدا نصیب نکنه. ولی شما ببخشید اگه من اصرار کردم، خیلی ببخشید، نباید اصرار میکردم. دستون درد نکنه با اجازتون. بانو کجایی؟ بیا میخوایم فیلم ببینیم. آقا منوچه، میدونم خانومت از ما خوشش نمیاد، ولی ما میخوایم یه فیلم کمدی ببینیم. ببینیم اگه دوست داره بیاریم. چشم. چشتون میبلا. چی شد خانم؟ خدا آقای دکتر میام واسه تون توضیح میدم. چی شد آقای دکتر؟ الحمدلله بهتره. باید روزی 200 قدم راه بره. وگرنه تا آخر عمر جاش ویلچره. چشم. ضمناً همسرتون افسردگی شدید داره. باید روانپزشک ببینش. آقای دکتر، ما پسرمون رو تازه از دست دادیم. خونمون هم همینطور. اون هنوز نتونسته با این قضیه کنار بیاد. بالاخره باید درمان بشه. من میگم یه روانپزشک بره بالا سرش. ممنون. خستم کردن، دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. وسایل خودم رو میخوام، صندلیمو. دلم برای خونم تنگ شده، برای منصور، برای خنده هاش. تو تنگ نشدی؟ چرا مادرم؟ من هم دلم تنگ شد. این روز همش دارم فکر میکنم نکنه این بلاهایی که سرمون میاد به خاطر بدی که در حق مسعود خانوادش کردیمه. ما اونا رو از همه چی محروم کردیم، حالا خودمونم از همه چی محروم شدیم. شاید این نتیجه، این مکافات. ببخش. من میگم این بد جاییه. آخه بد جاییه. آرزو جان عزیزم، خداحافظ. منتظری ما. زنده باشی. خداحافظ. تو هر خانم و آقا کامران هم حتما بگیم. باشه حتما. منتظری. خداحافظ. خب بچه ها، یادتون باشه کامران و مامانش نباید بفهمن قرار ما چیکار کنیم. نه حواسمون رفت. آره. به همه بگین شما یادتون باشه. خداحافظ. خداحافظ. ارسلان، ارسلان بیا بریم. من داشتم با آقای چیه اسمش؟ آقا فرهان. آقا فرهان نگاه کردم. خواهش کنم. نه دیگه، یه چند روزی سر فیلم کیانوش عیاری هستم. آقا کیانوش عیاری کسیه برای خودش، و ایشون مجانی هم به من میگفت بیا، میرفتم فیلمشو بازی میکردم. بسیار خوب.
اجازه بدید یه چند روزی ببینم، اگه یه روز خالی بود حتما به شما زنگ میزنم. نگران نباشین، چشم، به جایی نمیرم، حتما به شما زنگ میزنم. هماهنگ میکنم. قربون شما، خداحافظ. خداحافظ شما. ببخشید آمیون، این همه گرفتاریتون حالا منم مزاحم شدم. گیر دادم، میگه بعد این فیلم رو بازی کنی. فیروزه خانم، شما عین خواهر منم. خواهش میکنم. یه بزرگواری در حق ما انجام میدی؟ چکار کنم؟ سفارش ما رو پیش این دریا خانم کن، اینقدر به کار من گیر نده. من 4 تا کار با همین فرمون برم جلو به قله رسیدم. اومد. یه سفارش کن شما. آقای میزاده. چی شد آقا منو چه؟ آقای میزاده همه جی هماهنگه، تشریف بیاری. شما برو معلم بیا. بفرم. پس من همینجا منتظر میشم. مانعی ند. آقا میرزاده مطمئنی میدونی چی باید بگی؟ میخوای یه بار دیگه بگم من؟ یوز خانم، من یه نگاه به فیلمنامه میکنم تا آخرش یادم میمونه. نگران نباشی شما. من پرندم، آرزو دارم تو باغم باشی. من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیاد. آی محترم، با بنده این قربان؟ بله بله، استعدام میکنم. امر بفرمایید جانم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. تازه تشریف آوردی؟ بله، یه دوستی دارم میخوام بهش سر بزنم. چطور؟ میخوام یه زحمتی به شما. خواهش میکنم، بفرمایید. آخه این شب تولد منه. تولد شخص شما؟ بله بله. به به به، چه سعادتی، مبارک باشه. ان شاء الله 120 سالگی. چه کمکی از دست بنده است قربان؟ حضورتون عرض بکنم که بخی تشریف آوردید بیرون. من میخوام از اون استدعا بکنم یک کیک شکلاتی خامه‌ای برای من ابتیا بفرمایید. پولشم ندن در حرف پولشم نذارید بذارید تو این جشن شما دوزارن گیر ما بیاد. بعد من یه خورده کار اینجا دارم انجام میدم، میرم چشم به روی دیدگان کیک شما رو دو دستی تقدیم میکنم. خیلی ممنونم. سپاس شما من در شرمنده میفرمایید. خب وظیفه ماست این حرفا چیه. سپاس از لطفتون که ما رو قابل دونستین. اجازه میدید دوزار عجله دارم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خیلی لطف کردید. قربونتون برم. باید داروهاتون رو سر وقت بخورید خانم. نه میرن قدم بزنن خانم، نه پنجره رو باز بکنن، حیات رو نگاه کنن. به هر حال باید داروهاتون رو به موقع بخورید فعلا. ممنون. میبینی حرف منو گوش نمی کنی، حرف سرپرست رو گوش کن. شما باید بری تو حیات قدم بزنی، واسه راه بری، همش دراز نباید بکشی که. یا الله. آقای باباگولی کدوم اتاق تشریف دارن؟ نمیدونم آقا، ما تازه اومدیم اینجا. معذرت میخوام. آقا منوچه؟ آقای میرزاده، حالتون چطوره؟ برمونو شما برم، بعد چه توفیقی داشتم. سلام خانم، حال شما چطوره؟ خوش خدا بز نده. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خوبین شما؟ من باید تسلیه درست کنم خدمت شما از بابت آقا منصور. خدا رحمتش کنه، من این روز آخریشونو دیدم، چه مرد نازنینی بود. محترم جان، آقای میرزاده از دوستای منصور خدا بیامرزن. دوست چه، مثل برادر شده بودین با هم. ببخش اینجا چه کار میکنین شما؟ چی بگم آقای میرزاده، چی بگم؟ گردش روزگار. من خیلی معذرت میخوام آقا منصور، شنیدم شما خونه زندگی داشتید، خیلی دلباز، خیلی خوب. چی شد که اینجوری شد؟ داشتیم آقا، داشتیم. حالا چرا اینجا وایسادید؟ بفرمایید تو، بفرمایید. مزاحم نباشم. خواهش میکنم، بفرمایید. بابا یک